آخر الزمان در روایت های اسلامی، خلقیاتی که در آخر الزمان رایج می شود. حضرت خاتم الانبیا خطاب به امام علی علیه السلام فرمودند که یا علی، عجیبترین مردم از نظر ایمان و بالاترین آنها در یقین آنها هستند که در آخر الزمان می آیند و پیامبری نمی بینند و امام از دیده هایشان پنهان است و از نوشته های قرآن و حدیث ایمان می آورند. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نیکس میدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نیکس میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. امام صادق علیه السلام درباره وضعیت مردم در آخر الزمان می‌فرمایند: اگر روزی بر مردی بگذرد که در آن روز گناهی بزرگ مانند هرزگی یا کمفروشی یا انجام کار حرام یا میخارگی نکرده باشد، آن روز گرفته و غمناک شود و گمان کند آن روزش به هدر رفته و عمرش در آن روز تلف شده است. مفهوم آخر الزمان هم گسترده زمانی بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا برپایی قیامت را در بر می‌گیرد و هم به طور ویژه به عصر ظهور منجی در روزگار پیش از قیامت اطلاق می‌شود. بنابراین اشاره های فراوانی هم که در کلام حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امیر مؤمنان علیه السلام و دیگر امامان معصوم به نشانه های آخر زمان و ویژگی های مردمانش شده، برخی مربوط به دوره های نزدیک پس از حیات شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، یعنی زمان خلفا و نیز حکومت بنی امیه، بنی عباس و شماری نیز مربوط است به دوره آسانه ظهور منجی و نیز عهد ظهور و همچنین دوره منتها به پایان دنیا و برپایی قیامت. اما آنچه در دومین شماره از سلسله نوشته های از آخر الزمان بدان پرداخته شده است، معرفی و مرور برخی از ویژگی هایی است که در روایت های معصومین برای مردمان آخر الزمان و نحوه زندگی و رفتار و اندیشهشان بیان شده است. البته آنچه از ظاهر این روایت ها برمی آید این است که بسیاری از این نشانه ها برای دوری منتها به ظهور حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف بیان شده است. ایمان والای مردمان آخرالزمان. از مهمترین روایت‌های بشارت دهنده درباره مردمی از آخرالزمان، یعنی به طور ویژه آنان که در عصر غیبت امام زمان به سر می‌برند، حدیثی است از حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که در شماره پیش نیز یاد شد. در این حدیث حضرت خاتم الانبیا خطاب به امام علی علیه السلام فرمودند که یا علی، عجیبترین مردم از نظر ایمان و بالاترین آنها در یقین آنها هستند که در آخر الزمان می آیند و پیامبری نمی بینند و امام از دیده هایشان پنهان است و از نوشته های قرآن و حدیث ایمان می آورند. این حدیث گویای ارزش والای مردان و زنانی است که ندیده و نشنیده اما با دلی آکنده از یقین و ایمان به خدا، به پیروی از پیغمبر آخر الزمان و خاندان مطهرش و قرآن کریم می‌پردازند. آن هم در روزگاری که گاه حق و باطل چنان به هم می‌آمیزند که برگزیدن راه درست جز به نور ایمان راستین میسر نمی‌شود. ایمان این مردمان اما چنان است که گویی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام را به چشم سر می‌بینند. وقتی آدمی روز مؤمن است و شب کافر،
اما فارغ از این روایت نوید دهنده، روایت دیگری نیز درباره ویژگی های آخر زمانیان بیان شده است که اغلب بیم دهنده و در برگیرنده ی هشدار است. در این دسته حدیث ها از زشتی ها، ناراستی ها، بدعت ها، انحراف ها و بدی های اخلاق و کردار مردم در آخر زمان سخن گفته است. از نمونه این گونه روایت ها این سخن معروف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که به سختی مؤمن ماندن در آخر زمان اشاره می کند. حضرت می فرمایند فرصت را برای اعمال نیک بیش از آن که فتنه هایی مانند پاره های شب تاریک پدید آید غنیمت شمارید. در آن هنگام انسان صبح مؤمن است و شب کافر می شود. شب کافر است و روز مؤمن می شود و دین خود را به عوض ناچیز دنیا می فروشند. در روایت دیگر نیز فرمودند فتنه ها خواهد بود که در اثنای آن مرد به صبح مؤمن باشد و به شب کافر شود، مگر آنکه خدایش به علم زنده دارد. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.